به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی از احتمال بارندگی شدید، وقوع سیلاب و رعد و برق در 12 ولایت کشور هشدار داده است. این ریاست امروز دوشنبه 3 میزان در خبرنامه گفته است که این احتمال برای فردا در ولایت های کنر، ننگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، قندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، بادغیس، غور و هرات وجود دارد. در خبرنامه مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است. این ریاست همچنین از وزش تندبادها همراه با گرد خاک در ولایت های شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی به شمول سالنگ ها هشدار داده و از سرعت وزش بادها در نقاط مختلف را بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی کرده است. ادامه محدودیت طالبان بر رسانه ها. در ادامه محدودیت های طالبان بر رسانه ها، منابع می گویند که خالد عنفی، سرپرست وزارت امن و معروف و نهی از منکر طالبان، در سفرش به ننگرهار به خبرنگاران اجازه عکس برداری و پوشش این سفر را نداده است. منابع روز دوشنبه 3 میزان و روزنامه 8 صبح گفتند که عنفی به هدف دیدار با مقام های محلی طالبان در ننگرهار روز گذشته به این ولایت سفر کرده بود. عنفی حتی به دفتر رسانه‌ای والی طالبان در ننگرهار اجازه پوشش تصویری دیدارش با مقام‌های محلی این گروه را نداده است. هرچند طالبان تا بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های شدیدی را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کردند، اما تا چند روز گذشته این محدودیت‌ها افزایش یافته است. 3 روز پیش نیز ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در سفرش به خوست به خبرنگاران این ولایت اجازه تصویربرداری را نداده بود. انفجار در هرات. به دنبال وقوع انفجار در هرات، منابع میگویند که یک رنجر طالبان در این ولایت هدف قرار گرفته است. منابع و روزنامه 8 صبح گفتند که افراد ناشناس پس از 6 روز یکشنبه در منطقه درب خوش شهر هرات با پرتاب بم دستی رنجر طالبان را هدف قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتری درباره تلفات این رویداد در دسترس نیست. در این حال جبهه موسوم به اقتدار مردم با انتشار نوار تصویری مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده که در این حمله یک جنگجوی طالبان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. طالبان در هرات تا هنوز در این باره واکنشی نشان ندادند. این در حالی است که شب گذشته نیز جبهه آزادی از حمله و طالبان در منطقه دارالامان کابل خبر داده بود. و در پایان، جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که نیروهایش بر فرماندهی امنیت طالبان در هرات حمله کردند که در نتیجه 7 طالب کشته شدند. این جبهه گفته است که این حمله حوالی ساعت 4 عصر دیروز بالای مدیریت عمومی پلان و اپراسون فرماندهی امنیت هرات انجام شده و در آن اسلحه و یک واسطه نظامی طالبان نیز تخریب شده است. اما گروه طالبان در این مورد چیزی نگفتند. 15 جشنواره فیلم سما با اشتراک کارگردان‌های از افغانستان، ایران، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر در شهر استکهلم سویدن برگزار شد. شماری از فیلم‌های کوتاه کارگردان‌های افغان برنده جوایز این جشنواره شدند. در این جشنواره که به تاریخ 28 و 29 میزان در پایتخت سویدن برگزار شد، بهترین فیلم کوتاه، فیلم بلند سینمایی، بهترین مستند و بهترین فیلم انیمیشن کارگردانان مختلف به نمایش گذاشته شدند. در این جشنواره فیلم با کارگردانی کاظم اجرم برنده بهترین فیلم کوتاه اعلام شد. بهترین فیلم داستانی از احمد ابراهیمی، بهترین مستند از نوید محمدی و فیلم از شعیب شریفی با همکاری فلگرابسکی برنده جوایز دیگر جشنواره ها شد. در بخش از این جشنواره یک دختر افغان با برگزاری نمایشگاه نقاشی خواهان دادخواهی برای برابری جنسیتی در افغانستان شد. وجیه رستگار، آوازخوان افغان، نیست در این جشنواره آهنگ جدیدش را اجرا کرد و آن را به دختران معترض افغان تقدیم کرد. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.